با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه، امروز در خدمتتون هستیم با برنامه ای از سری برنامه های افشای رژیم جمهوری اسلامی که این روزها در مراحل حساسی قرار داریم. حدود کمتر از یک ماه مونده به سال روز کشته شدن مهسا امینی به انقلاب نوین ما، به نظر میرسد که ترس موجود در بین سران حکومت جمهوری اسلامی با توجه به شرایط حساسی که اونها درش قرار گرفتند و جنایت‌های بسیاری رو انجام دادند و خودشون هم میدونن که رفتنی هستند، افرادی که از نظام بودند ریزش کردند به سوی مردم بازگشتند و دارن تبلیغات میکنند، و از سوی دیگر مردم هم با جوانان این روزها میبینید در فضای مجازی جاهای مختلف فراخوان‌های اون روز بزرگ رو دارند میدند، و ترس موجود در جامعه امروز ما هم یک ترس معقول هست، اما بها دادن بیش از حد به آن خطرناک است، چرا که امروز بسیاری هم از شروع می ترسند و هم از پایان بیم دارند، هم از تغییر می ترسند و هم از راکت ماندن، هم از موفق شدن می ترسند و هم از شکست، هم از زندگی می ترسند و هم از مردن. هرگاه از فرصتی استفاده می کنیم و به قلمروی ناشناخته قدم می گذاریم یا به طرز جدیدی با مسائل برخورد می کنیم، ترس رو تجربه می کنیم و در بسیاری از مواقع این هراس مانع از آن می شه که به جلو حرکت کنیم. راه برخورد با این مسئله انفعال نیست. باید ترس رو احساس کنیم و با این حال با آن روبرو بشیم و سعی کنیم به اهدافمون برسیم. یعنی در اصل ترس جلوی شجاعت ما رو نباید بگیره. بیش از حد نباید فکر کنیم که اگر این کار رو انجام بدیم این اتفاق میفته و این چنین میشه اون چنین میشه و این درست نیست. باید به هدف فکر کنیم. برای رسیدن به هدف هم باید تلاش کرد و جلو رفت، کاری که در طول 11 ماه گذشته جوانان ما کردند، در حالی که بسیاری هم جونشون رو از دست دادند، جان باخته شدند، اما تلاش های اونها رو نباید بی ثمر بذاریم، راهشون رو ادامه بدیم چون پیروزی ما نزدیک است. امروز در رابطه با یک جنایتی که جمهوری اسلامی در طول این 11 ماه انجام داده، یکی از جنایت های دیگر اون فاش شده که در رابطه با یک دختر شجاعی به نام حدیث نجفی بود که در طول اون مبارزات جونش رو از دست داد. حالا افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، روایتی از کشته شدن حدیث داره و افشاگری میکنه و صحبتهای خوبی میکنه و اعلام میکنه که با شلیک 6 گلوله جنگی و هزاران ساچمه حدیث رو کشتند. در صدای امریکا مصاحبه کرده افسون نجفی که بخشی از اون مصاحبه رو من براتون اینجا پخش میکنم، برای اینکه بدونیم که جوانان ما تلاش کردند برای رسیدن به آزادی و ما باید راه اونها رو ادامه بدیم. به صحبت‌های افسون نجفی گوش کنید. افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، برای گفتگو درباره اون چه بر سر حدیث و خانواده‌اش در یک سال گذشته آمده به ما پیوسته. خانم نجفی، خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید. من میدونم بازگویی و یادآوری اون روزها و اون خاطرات در واقع بسیار دشوار و سخته، ولی برای پیشبرد دادخواهی که شما به دنبالش هستید و ثبت در تاریخ خب لازم هست. برای همین میخوام از تو دست شما بپرسم که توضیح بدید حدیث چطور کشته شد تا اونجایی که شما در جریان هستید. سلام جناب دهقانپور. حدیث 30 شهریور 1401 توی بولوار ارم مهرشهر با شلیک 6 گلوله جنگی و هزاران ساچمه کشته شد. مستندات شما چه هست؟ بر چه مبنایی این دقت در واقع تعداد گلوله ها اینها رو اشاره میکنید؟
تعداد گلوله هم ما هم جسد رو دیدیم و اینکه کسی که حدیث رو به بیمارستان رسونده یه برادرزاده و عمه هستن که حدیث رو به بیمارستان رسوندن. این دو نفر همه چی رو بس ما توضیح دادن و تعداد گلوله ها رو به ما گفتن که الان با حدیث برای اینا در واقع من برای اطلاعات دقیق تر میخوام بپرسم که هر شک جزئیات هم بینندگان حتما علاقمند هستن بدونم. متولد 15 دی 1178 بود، درسته؟ یعنی حدود 22 سال و چند ماهش بود زمانی که کشته شد. بله. این نکته که در مورد در واقع گلوله های ساچمه اشاره کردید، روایت هایی بود که گفتن که شلیک گلوله اصطلاحا جنگی نبوده، گلوله های ساچمه بوده و حدیث از ترس در واقع سکته کرده. اشاره بکنید این در واقع جریان چه بود، چه کسانی سعی می‌کردن این حرفو بزنن و بعد ظاهرا گواهی فوت هم تغییر کرده بود، در این باره توضیح بدید. بله، وقتی که پدر من اون شب به بیمارستان رفت ما خبر نداشتیم هنوز که حدیث کشته شده. ما فکر میکردیم که حدیث فقط مجروح شده با ساچمه. پدر من که رفته بود به بیمارستان که ببینه حال حدیث چطوریه، چون ما اجازه نمیدادن که ببینیم، اونجا گفته بودم به پدر من که شما باید بگین که حدیث به ساچمه شلیک شده و از ترس سکته قلبی یا مغزی کرده، یا اینکه باید بگین که حدیث تصادف کرده و اصلا گلوله جنگی در کار نبوده، که پدر من قبول نکرده بود و آرام بخش خیلی قوی بهش زده بودن و یه برگه آورده بودن که باید امضا کنی که حدیث تصادف کرده و سکته قلبی یا مغزی کرده. این افرادی که این حرفا رو به پدر شما زدن کسایی بودن که امور امنیتی بودن یا مسئولین مثلا در بیمارستان؟ چه کسی این حرفا رو زده بودن به پدر شما؟ نه، اون روزی که ما رفتیم بیمارستان بعد برگشتیم که پدرم اونجا بود که اصلا اجازه نمیدادن به کادر درمان که صحبت کنن با کسی و کلی مامورای امنیتی اونجا بودن، مامورای وزارت اطلاعات اونجا بودن. این آقایون گفتن به پدرم که همچین حرفی رو باید بزنیم. و بعد پیشتر که صحبت میکردیم شما گفتید که شما رو به وزارت اطلاعات بردن و فیلمی رو نشون دادم که خواهر شما رو یکی از تظاهر کنندگان از پشت به شلیک کرده بوده. اون داستانش چه بود؟ وقتی که ما رو بازداشت کردن و وزارت اطلاعات بردن به ما گفتن که اول گفتن که حدیث لیدر بوده و اختشاشگر بوده و یه گروهی رو تشکیل داده بوده که بردن رفتن اونجا و این کارا رو انجام دادن، به خاطر همینم کشته شده و مامورا و نیروی انتظامی و حالا هر کسی که سمتی داره تو این نظام، هیچ از طرف ما هیچ کسی به این خانم شلیک نکرده. یه فیلمی به ما نشون دادن که جای دیگه ای بود که اصلا اونجا حدیث کشته نشده بود، جای دیگه ای بود که خیلی تاریک بود، یه دختری مثلا همجسته حدیث داشت میدوید که میره نزدیک شمشادا کنار باغ سیب مرشهر، سر افشار کنار باغ سیب مرشهر میره نزدیکش امشاده. وقتی مامورا میرن جلو که مثلا حمله کنن به بچه ها، یه آقایی میگیره میکشه پشت شمشاده و گفتن که خواهر شما رو این آقا گرفته و از نزدیک شلیک کرده بهش. و من گفتم اون عکسی که من دیدم یا اون جسدی که من دیدم اگه از اون فاصله نزدیک شلیک شده باشه، اون قسمتی که شلیک شده واقعا باید متلاشی شده باشه و اصلا با عقل جور در نمیاد حرف شما. در واقع داشتن تصویری از یک فرد دیگری رو به شما تلقی میکردن که بگن در واقع این سرنوشت خواهرتون بوده. وفای توضیح هم بدید که غیر از شما کسی دیگه هم بود که این ویدیو رو بهش نشون دادن در اون فرصتی که شما رو برده بودن به وزارت اطلاع؟ یه روز قبل ما که پدر و مادرم برده بودن نشون داده بودن، اون روزی هم که ما رو بردن من و خواهرام بودیم گرفتیم. یعنی شما همه دیده بودین و همه متفق القول بودین، همه اتفاق نظر داشتین که این تصویر حدیث نیست؟ خواهرای من گفتن که خب کوله حدیث کو، لباس شبیه حدیث نیست، خیلی تاریک بود ولی خب میشد تشخیص داد. و من هم بهشون گفتم که این حرفی که دارین میزنین اصلا با عقل جور در نمیاد، چون اگه از این فاصله نزدیک با گلوله جنگی شلیک شده باشه اون قسمت باید متلاشی شه. بله. و یه همچین چیزی ما ندیدیم تو تصویر و خود این هم تناقض درش هست که بالاخره به گلوله جنگی بوده یا با ساچمه همطور که اشاره کردید. خب با این صحبت هایی که شنیدید
خواهر جانباخته حدیث نجفی صحبتهایی کرد و اون واقعه رو و اون ظلمی که به جوانان ما در طول 11 ماه شده، البته در طول 44 سال شده، این 11 ماه که تازه ترین جنایت رژیم خونخوار هست و میبینید که جوانان در این 11 ماه چگونه دفاع کردند و ما باید راهشون رو ادامه بدیم، ترس رو کنار بذاریم. ترس مخالف شجاعته. ترس اگر بخواد در وجود انسانها رشد کنه، تلاش بیهوده است. پس باید ترس رو کنار بذاریم، بریم به سوی رسیدن آزادی برای نجات وطن، برای بیرون راندن عربهایی که کشور رو اشغال کردن و کشور رو داریم از دست میدیم. روز به روز بدتر از دیروز خواهد شد. هیچ تلاشی از اینها بر نمیاد، هیچ اقدامی از سوی آخوندها کارساز نیست. اینها جز خرابی و بدتر شدن شرایط کاری نمیتوانند بکنند و باید خودمون به فکر خودمون باشیم و اینها رو از کشور بیرون کنیم. حرفای بسیار خوبی زد افسون نجفی، ولی به هر حال با شجاعت آمده و داره افشا میکنه که جنایات رژیم جمهوری اسلامی رو. تا برنامه دیگر، بدرود.